نام خدا با عرض سلام و خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه ششم ماه سرطان سال 1305 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. کشته شدن بیشتر از 130 تن از دایچان در نتیجه نبرد در بالاسواری کوت ولایت ننگرهار. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان بر بنیاد گزارش تازه سازمان ملل. متهم شدن حکومت وحدت ملی با کوتاهی در تامین امنیت بازرگانان در شهر کابل. برادران مخشوم امنیت کابل میخوام. فرماندان صاحب امنیت کابل مثلا امنیت کابل میخوام. معاونی نیتان من از امنیت کابل میخوام. شما جنایی یا استخبارات کشف شما امنیت کابل میخوام. استخدام 13 مشاور در ریاست تصدی مواد نفتی به منظوری شورای عالی تصدی ها. آزادسازی کامل شهر فلوجه عراق از دست داعشیان. مشروع خبرها. در نبرد دو روزه اخیر در ولایت ننگرهار بیشتر از 130 داعشی کشته شدند. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند که این نبرد بامداد روز جمعه در بالاسواری کوت ننگرهار پس از آن آغاز شد که در حدود 600 داعشی بر بخشی از این بالاسواری حمله کردند. والی ننگرهار میگوید که پس از پاکسازی این بالاسواری از وجود داعشیان 200 پلیس محلی در بالاسواری کوت جابجا خواهند شد. در این حال در 4 حمله هواپیماهای بی‌سرنشین نیروهای آمریکایی در بالاسواری کوت با ساعت 4:30 دقیقه عصر امروز بیشتر از 30 داعشی کشته شدند. مقام های محلی و امنیتی ننگرهار در یک نشست خبری حضور یافتند تا نتیجه نبرد دروزه نظامیان کشور را با داعشیان در بالاسواری کوت ننگرهار با رسانه ها در میان بگذارند. دشمن لمنزلر دی چه تقریبا شپد دیر چه پا مستقیما جنگ که یاو زنبی پا هوایی بزارونه که چشمی. رئیس امنیت ملی ننگرهار ادعا می کند که در حدود 600 جنگجوی داعش در ولسوالی کوت ننگرهار با نیروهای دولتی درگیر هستند. معلومات به اساس تقریبا به حدود 800 نفر رو پدی جگره که بی سهم درلودش چه کمانده در سعد اماراتی چه دای مسئول در کرد ولسوالی دی کمانده در پلاس که وان از او عمله که گروه داعش می خواست ولسوالی کوت ناعم بسازد او عمله را نیروهای امنیتی توانستند که با قبل بزنند جلوگیری بکنند. پلیس ننگرهار میگوید که عملیات نظامی در ولسوالی کوت تا سرکوب کامل داعشیان ادامه خواهد یافت و پس از پاکسازی این ولسوالی از وجود حراس افغانان نزدیک به 200 پلیس محلی برای تامین امنیت این ولسوالی گماشته خواهد شد. هیچ سو گروگان قومی مشران سپینگیری ماشومان سیاسری داعش سر گروگان و سهرم تا استویلی وسی سل بسله که تاییده و چه نستا. مقام های امنیتی ننگرهار می گویند که در کنار بارد شدن تلفات سنگین به داعشیان در این عملیات در ولسوالی کوت 12 نیروی امنیتی نیز کشته شدند و 18 تن دیگرشان زخم برداشتند. افغانستان آن هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. همزمان با روز جهانی مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر سازمان ملل میگوید که هرچند سال گذشته برداشت‌ها از کشتزارهای کوکنار در افغانستان کم بودند، اما با این هم 70% مواد مخدر جهان در افغانستان تولید شد. در این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که در 20 ولایت افغانستان کوکنار کشت می شود. امروز 26 ماه جون روز جهانی مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر است. در گزارش سالانه بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که افغانستان با برداشت 3300 تن تریاک بزرگترین تولید کننده تریاک جهان به شمار می رود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است تولید جهانی مواد مخدر در سال گذشته میلادی در مقایسه با یک سال پیش از آن تا 38% کاهش یافت. این کاهش نتیجه برداشت کم از کشتزارهای کوکنار در افغانستان بود، زیرا تولید مواد مخدر این کشور تا 48% کاهش یافت. با این هم افغانستان در سال گذشته میلادی 70% مواد مخدر جهان، یعنی 3300 تن مواد مخدر تولید کرد. پس از افغانستان، میانمار جایگاه دوم را دارد که 14% مواد مخدر جهان را تولید کرده است. یافته های سازمان ملل متحد نشان می دهند که 247 میلیون تن در جهان از مواد مخدر کار می گیرند. من مطمئن هستم که گزارش سال 2016 میلادی درباره مواد مخدر در جهان یک وسیله خوب برای کمک به کشورهایی است که می‌خواهند به هدف‌هایشان در کار مبارزه با مواد مخدر برسند. وزارت مبارزه با مواد مخدر درآمد سالانه مواد مخدر افغانستان را تا 70 میلیارد دلار میگوید، اما میافزاید که هزینه شدن بیش از 8 میلیارد دلار از سوی آمریکا در کار مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نتیجه دلخواهی نداده است. هرچند نتایج سروی سال 2016 تا حال را نهایی نشده، اما گزارش های ابتدایی ما نشان میده که تخمیناً 20 ولایت افغانستان باز هم متاسفانه متاثر از کشت کوکنار است. هلمند، فراه، اروزگان، ننگرهار، بدخشان، بادغیس و نیمروز از ولایت‌هایی هستند که بیشترین تولید تریاک را دارند. فعلا در ولایت بدخشان در چندین ولسوالی‌ها یعنی کشت مواد مخدر افزایش زیاد به چشمگیر رسیده. ولسوالی‌های جرم است، خاش است و تشکان و درعیم و ارگو. بررسی های تازه نشان می دهند که امسال حتی در ولایت های کوکنار کش شده است که برای چندین سال کشت کوکنار در آن صفر بود. از این میان می توان از ولایت های بدخشان و ننگرهار نام گرفت. در این حال شمار از معتادان در اردوگاه فینیکس رهبران حکومت وحدت ملی را به خاموشی در برابر افزایش مواد مخدر در کشور متهم می سازند. این معتادان که اکنون زیر درمان هستند، افزایش و پخش آسان مواد مخدر را یکی از عوامل معتاد شدن جوانان در کشور می گویند و می گویند که اگر حکومت جلو کشت و تولید و پخش مواد مخدر را در کشور نگیرد، افغانستان با فاجعه بزرگ روبرو خواهد شد. کشوری که در تولید مواد مخدر مقام نخست را دارد، از فرزندان خودش قربانی می‌گیرد. از 3 میلیون تنی که از مواد مخدر کار می‌گیرند، در حدود 800 تن آنان از نادار تا غنی و از درس خوانده تا درس نخوانده در این اردوگاه زیر درمان هستند. این جوان می‌گوید که ورزشکار بود و با نیروهای خارجی در چندین ولایت کار کرده است، اما پس از آن که کارش با نیروهای آمریکایی در کشور پایان یافت، بیکاری سبب شد تا به مواد مخدر معتاد شود. همون قسمی که یک انسان بودم، یک جایگاهی داشتم در جامعه، در فامیل، در همه جای، دوباره هم جایگاه خود به دست بیارم. بر بنیاد گزارش ها بیشتر شهروندان کشور در مهاجرت معتاد شدند، مانند محمد عمر. او از دانشگاه کابل در رشته ادبیات دری گواهی نامه لسانس دارد، اما وقتی به ایران مهاجر شد به مواد مخدر رو می آورد. می گوید 18 سال معتاد بود و همسرش به همین علت رهایش کرد. آخری عاقبت نداره ای گپ. دیگر گپم دمون بس رسید. از هیچ چیزی دنیا کم نداشتم، ولی متاسفانه زن و بچه‌ام از پیشم رفت. اینجا باید گروه کوچک موسیقی رو برو می شویم. بزمی برپا کردند. این مرد با اینکه کارمند یک نهاد امنیتی است، استاد موسیقی نیز هست. به اینجا آمده است تا درمان شود. به مقامات ریاست جمهوری و پارلمان که خانه ملت افغانستان است، برسانم که بسیار زیاد مواد مخدر افزایش یافته، جلو وزیر بگیرن که فعلا یک جنگ روانی در افغانستان قرار داره. پروتکل با وزارت محترم شهدا و معلولین کار امور اجتماعی به خاطر شغل و وفایی داریم که به مدت 3 الی 6 ماه ما تداوی شدنگاه خود به اونا معرفی میکنیم و اونا تحت 3 الی 6 ماه تحت ترنینگ قرار میده و در آخر ملزمه کاری را به خاطر امرار معاش و معیشت برشان داده میشه. بر بنیاد آمارهای جهانی، 1 میلیون تن از مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور زنان و کودکان هستند. تا هنگامی که امنیت جان بازرگانان جدی گرفته نشود، حکومت هوای سرمایه گذاری ها را در کشور نباید در سر داشته باشد. حتی قید تجارت و صنایع
در واکنش به تلاش یک گروه آدمرو برای رها بودن یک بازرگان از شهر کابل میگوید که حکومت افغانستان در کار تامین امنیت جان بازرگانان کوتاه آمده است. این بازرگان شب گذشته در حوضه پنجم امنیتی انگام از چنگ آدمرو به نجات یافت که خودش را به یک مسجد رسانید و از مردم کمک خواست. زندگی ها در این شهر نه در روز و نه هم در شب مسئول هستند. بازرگان شنبه شب در منطقه خوشحال مینه به خانهش می رفت که گروهی از آدم ربایان موتر وی را متوقف می سازند. اما این بازرگان خودش را به مسجد می رساند، جایی که همه در آن هنگام سرگرم ادای نماز بودند. نمی فهم در رکعت چندم بودیم که دفعتن یک نفر در داخل مسجد در آمد و فقط کمک می خواست. می گفت که مرد نجا بودیم که مرد می کشد. آدم ربایان پس از فرار این بازرگان بر وی شلیک هم می کنند، اما شلیک های آنان به هدف نمی رسند. پلیس شتاب زده به محل رویداد می رسد، درست هنگامی که آدم ربایان همه فرار کردند. برادران ما شما امنیت کابل می خواهد، قماندان سایم امنیت کابل ما سایم امنیت کابل می خواهد، ماونینیتان ما از امنیت کابل می خواهد، شما جنایی یا استخبارات کشف شما امنیت کابل می خواهد، چالشایتان رو بگویید، وزارت امور داخله شما رو چه امکانی کنه؟ هر گونه تلاش های من برای گفتگو با عبدالولی قربانی این رویداد به نتیجه نرسیدند. در دو ماه گذشته کم از کم 40 بازرگان در افغانستان را بوده شدند که از این میان تنها در پایتخت 11 بازرگان به چنگ آدم را بایان افتیدند. رویدادهایی که به گونه مستقیم به چگونگی سرمایه گذاری ها در کشور اثر می گذارند. موضوع سلا باید حل شوه، کارت سلا باید به زودترین فرصت برشان داده شوه و پولیسی که در محل استاد هستن و یک حادثه صورت میگیرن از امو پولیس پرسان صورت بگیرن. باورها درباره اوضاع شهر کابل این هستند که رویدادهای آدم ربایی، دزدی‌ها و بی‌نظمی‌های شهری در پایتخت افزایش چشمگیری داشته است و مردم آرام و قرار چندانی ندارند. بسیار نامی زیاد شده خطا فلک دوزی، موتر دوزی، حتی مطمئنه را میتشن و موتر شده باید دولت جلوی گپا را بگره که مردم راحت شده داره هیچ امنیتی گپا کلی چیز خراب شده. 15 روز پیش هم یک شهروند هندی در قلعه فتح‌الله شهر کابل از سوی مردان تفنگدار ربوده شد و تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. پس از انتحار و انفجار این بی‌نظمی های شهری یکی از بزرگترین نگرانی های مردم دانسته می شوند. خانواده یک سرباز ارتش ملی که هفته پیش در هلمند کشته شد با بی سرنوشتی روبروست. این سرباز معشوق نام داشت و از او 5 فرزند و همسر بر جا مانده است. پسر بزرگ او که 10 ساله است از بیماری سوراخ قلب رنج میبرد. معشوق سرباز ارتش ملی 5 ماه پیش برای انجام وظیفه به هلمند رفت، اما به روز 29 ماه جوزا در راه تامین امنیت مردم جانش را از دست داد. جسد او پس از یک هفته به نزدیکانش در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود سپرده می شود. این جسد در منطقه ریگروان ولایت کاپیسا به خاک سپرده می شود. بسیار خوش هستم به خاطر که برگ از درجه شهادت نمی رسه. بابل خصوص در این ماه مبارک رمضان که درای جنت واز است و درای دوزخ بسته است. معشوق نانآور خانوادهش بود. 5 عضو خانوادهش به شمول پدر و دو برادرش به اتهام دست داشتن در یک قتل زندانی هستند و پدرش امروز از سوی پلیس به محل خاک سپاری آورده شده است. نزدیکان معشوق از حکومت می خواهند که همسر و 5 فرزند او را فراموش نکند. دولت علمق وسیقیش، ماشش، شهادتش زیر پای نمانند، حمایت کنند فامیلش دیگه که او خوشتکش خورد ریزه است. زن جوان نه خانه داره نه روز داره، میال خانی مردم است. پسر معشوق از بیماری سوراخ قلب رنج میبرد. 5 ماه شده بچه خانه ندیده است، نامده است. 5 روز شد شهید شده، ما هیچ خبر نداریم. 5 نفر ما بندیز شد کرد. چند روز پیش زنگ زده بودن، پدرم نبود تو مرکزی نبود. معشوق 9 ماه پیش به ارتش ملی پیوسته بود. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
شهر فلوجه به گونه کامل آزاد شد. ارتش عراق میگوید که آخرین پایگاه داعشیان را در شهر فلوجه تصرف کرده است و تمامی این شهر از دست داعشیان بیرون شده است. عملیات پسگیری شهر فلوجه نزدیک به یک ماه به درازا کشید. در کنار تلفات سنگین نیروهای عراقی در این عملیات، ده‌ها هزار تن از باشندگان این شهر نیز در نتیجه نبردها آواره شدند. جنرال عبدالواحد السعدی فرمانده نیروهای ضد هراس افغانی عراق در شهر فلوجه روز یکشنبه اعلام کرد که این شهر به گونه کامل آزاد شده است. بسیج مردمی که بیشتر آنان جنگجویان شیعی هستند در پسگیری شهر فلوجه نقش برجسته ای داشت. ما آخرین بخشای شهر را نیز تصرف کردیم و اکنون گفته می توانیم که صفحه نبرد در فلوجه به گونه کامل ورق خورده است. این جنگجویان بر ادامه نبرد در برابر داعشیان تاکید می‌ورزند. پس از آزادسازی فلوجه عملیات ما پایان نخواهد یافت. ما در عملیات پسگیری موصل نیز شرکت خواهیم کرد. شهر فلوجه عراق در سال 2014 میلادی به دست داعشیان سقوط کرد و در مقایسه با هر شهر دیگر زمان دراستر در اختیار آنان بود. حکومت عراق پیش از این گفته است که پسگیری شهر فلوجه آغاز شکست‌های بزرگ داعشیان خواهد بود و پس از آن نیروهای عراقی خواهند توانست بخش‌های دیگر این کشور را نیز از آنان پس بگیرند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. شهروندان اسپانیا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند تا به بنبست سیاسی شش ماهه این کشور پایان بدهند. پس از آن که هیچ یک از اعضای پرنفوذ نتوانستند بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان این کشور به دست آورند، انتخابات پارلمانی دوباره در این کشور برگزار شد. حکومت میانمار انبار بزرگی از مواد مخدر را که ارزش آن به 19.7 میلیون دلار می رسید به آتش کشید. میانمار پس از آن که در سال 1980 میلادی بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته شد، پیکار جدی را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر آغاز کرده است. دهاتن با تبرهای بزرگ استحکام پل شیشه چین را که 300 متر از زمین ارتفاع دارد، آزمایش کردند. این پل که برای ساخت آن 39 میلیون دلار هزینه شده است، بزرگترین و مستحکمترین پل شیشه جهان است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. ریاست تصدی و مواد نفتی 13 مشاور و همکار مشاور استخدام کرده است. سندهایی که به طول نیوز رسیدند نشان می دهند که به پیشنهاد رئیس تصدی مواد نفتی و منظوری شورای عالی تصدی ها که در رسان وزیران تجارت، مالیه و اقتصاد قرار دارند، 13 مشاور در این تصدی استخدام شدند. رئیس تصدی و مواد نفتی می پذیرد که در حال حاضر بیشتر از 13 مشاور و همکار مشاور دارد، اما با این استخدام را بخشی از برنامه های اصلاحی برای تغییر حیثیت حقوقی این تصدی می داند. بر بنیاد این سندهای رسمی در حال حاضر 13 مشاور و همکار مشاور در بخش های مالی، عملیاتی، حقوقی، تجارتی، امنیتی، فنی و فناوری اطلاعاتی در تصدی مواد نفتی کار می کنند. در این سندها دیده می شود که حتی در شمار از بخش ها برای پیشبرد کار در یک بخش دو مشاور، یعنی مشاور و مشاور ارشد نیز استخدام شده اند. آمدن 13 نفر کادر متخصصی که سبب شده که در بخش مالی، اداری، در بخش منابع بشری ما اصلاحات را بیاریم که روند کاری ما مطابق با شرایط امروز برابر شود. مسئله که صورت گرفته از طرف شورای عالی تصدی ها صورت گرفته که در این شورا شما بهتر می دانید که در رأسش وزیر صاحب محترم تجارت است و اعضایش که از وزرای مالی و اقتصاد است. در همین حال شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی با در نظر داشت مشکلات بزرگی که در تصدی مواد نفتی وجود دارد میگویند که گماشته شدن 13 مشاور در یک ریاست زمینه سازی برای حیف و میل درآمدهای این تصدی است. سوارلس مشاورین یا سوارلس کارمندان تفکر وکه د ماوین ماوین د ماوین ماوین د ماوین ماوین د مرسیال مرسیال د ډراور ډراور د ماون ډراور د ګار ډراور دخو پساتا زمینه مسیدول دی در تصدی در سطح شاید بسیار
کلانتر از گپایی باشه که در رسانه ها مطرح میشه. از سوی هم رئیس تصدی مواد نفتی میگوید که در حال حاضر بیش از 1000 کارمند خیالی در این تصدی وجود دارند و این افراد از سالها بدین سو از این تصدی حقوق دریافت کردند. وی با در نظر داشت فساد گسترده در این تصدی میگوید که در حال حاضر این تصدی 4 میلیارد افغانی بدهکار است. اگر ما تمام جایداد خود را به فروش برسانیم، ماخوذات های گذشته نوز پوره نمیکنند و همه ماخوذات ها از بابت مساوی شماره 33 هست که در اوج 63 میلیون دلار با خاطر ایجاد ذخایر احتیاطی و استراتژیک به تصدی مواد نفتی تصویب کرده بودند. تصدی مواد نفتی یکی از تصدی های مهم در کشور است و گفته می شود که این تصدی به هزارها جریب جایداد در ولایت های گوناگون کشور دارد، اما بخشی از جایدادهای آن غصب شده. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، یک یورو 76 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول، بعد روپیه پاکستانی 650 افغانی. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. مجلس سنا ولی اوتک عضو تیم ملی ورزشی رزمی کشور را ستایش کرد. ولی اوتک نزدیک به 3 هفته پیش در یک مبارزه آزاد داخل قفس رقیب روسیه‌اش را از پا درآورد و امروز از سوی مجلس سنای کشور ستایش شد. اوتک 7 سال است که پیراهن تیم ملی ورزشی رزمی افغانستان را بر تن دارد. ریاست معارف شهر کابل برای گرامی داشت از روز جهانی مبارزه در برابر مصرف و قاچاق مواد مخدر یک دور رقابت‌های والیبال را در کابل برگزار کرد و ورزشکاران مکتب‌های استقلال و محمود طرزی برای گرامی داشت از این روز در یک دیدار دوستانه والیبال در برابر هم به رقابت پرداختند. مرحله یک اشتم نهایی رقابت های فوتبال جام ملت های اروپا دیشب با انجام 3 بازی پیگیری شد و تیم های ولز، پرتغال و پولند با برتری در برابر رقیبانشان ارائه مرحله 1/4 نهایی شدند. در یکی از این دیدارها پولند در زدن ضربه های پنالتی از صد سیویز گذشت و جواز حضور به مرحله بعد را به دست آورد. در دیدار دیگر ولز 1-0 به برتری در برابر آیرلند شمالی دست یافت و رای مرحله 1/4 نهایی شد و پرتغال نیز در یک بازی سخت و نفسگیر 1-0 کرواسیا را شکست داد و جواز حضور به مرحله 1/4 نهایی را به دست آورد. برای آگاهی بیشتر شما باید گفت که برای شنیدن تازه ترین خبرها به 456 زنگ بزنید و کلید 111 را فشار بدهید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.